محمد و لقبش جلال الدین است. از عنوانهای او خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته و مولوی در قرنهای بعد در مورد او به کار رفته است. در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ متولد شد. نیاکانش همه از مردم خراسان بودند. خود او نیز با اینکه عمرش در قونیه گذشت همواره از خراسان یاد میکرد و خراسانیان آن سامان را همشهری میخواند. پدرش بهاءالدین ولد ابن ولد نیز محمد نام داشته و سلطان العلماء خوانده میشده است. وی در بلخ میزیسته و به مال و مکنت هم نبوده است. در میان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است. بها ولد مرد خوش‌سخن بوده و مجلس میگفته و مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشتند. پدرش به سال 628 درگذشت و جوان 24 ساله به خواهش مریدان یا بنابه وصیت پدر دنباله کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی به سال 629 هجری قمری به روم آمد و جلال الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد. به تشویق همین برهان الدین یا خود به انگیزه درونی بود که برای تکمیل معلومات از قونیه به حلب رهسپار شد. اقامت او در حلب و دمشق روی هم از 7 سال نگذشت. پس از آن به قونیه بازگشت و به اشارت سید برهان الدین به ریاضت پرداخت. پس از مرگ برهان الدین نزدیک به 5 سال به تدریس علوم دینی پرداخت و چنانچه نوشتند تا 400 شاگرد به حلقه درس او فراهم می آمدند. شعر فارسی در دوره های پیش از مولانا با طلوع امثال رودکی، انصوری، ناصر خسرو، مسعود سعد، خیام، انوری، نظامی، خاقانی راه دراز سپرده و در قرن 7 هجری که زمان زندگانی مولوی است به کمال خود رسیده بود. شعر عرفانی هم در همین دوره به پیشرفت های بزرگ نائل آمده و به دست عرفای مشهور همچون سنایی، عطار و دیگران آثار با ارزش مانند حدیقه، منطق الطیر، مصیبت نامه، اسرارنامه و غیره پدید آمده بود. مولوی را نمیتوان نماینده دانش ویژه و محدود به شمار آورد. اگر تنها شاعرش بنامیم یا فیلسوف یا مورخ یا عالم دین، در این کار براه ثواب نرفته ایم، زیرا با اینکه از بیشتر این علوم بهره وافی داشته و گاه حتی در مقام استادی معجزه‌گر در نوسازی و تکمیل اغلب آنها در جامعه شعر گامهای اساسی برداشته، اما به تنهایی هیچ یک از اینها نیست، زیرا روح متعالی و ذوق سرشار بینش ژرف موجب شده تا در هیچ قالب متداول نگنجد. روز یک شنبه 5 جمادی الاخر سال 672 هجری قمری مولانا بدرود زندگی گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. خرد و کلان مردم قونیه در تشییع جنازه او حاضر بودند. مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ او زاری و شیون داشتند. مولانا در مقبره خانوادگی خفته است و جمع بسیاری از افراد خاندانش از جمله پدرش در آنجا مدفون اند.